یه سوالی هم حالا بچه هم هی میپرسن، میگن که زبون ما چیه؟ اون به چه زبانی این پرسش پاسخ اتفاق میفته؟ البته روایت داریم که هستش که افرادی که اهل بهشت هستن، یعنی خداوند میدونه که برنامه‌اش، خب ببینیم دیگه، خدا که میدونه ما بهشتیم یا جهنمیم، چون خداوند سریع الحساب و تهی خط میدونه. اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. بله. به همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن، بنابر اینه که این اهل بهشت میفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. بله. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه. همش عجم، زبان غیر عربه. و تو بهشت هم کلا عربی حرف میزنن. یعنی اهل بهشت از اینجا به بعد همش عربی است. چون من بلدم. بله. یاد میدم. مثلا مادری پرسشی مطرح کردم، این که انقلاب ایران اونطور که گفته میشه، یکی از نظرات این هست که کبریتش و چله نخستش و مطلبی افروخت که در روزنامه اطلاعات چاپ شد، چند نفری رو هم اعدام کردن به خاطر این مطلب. این مطلبی که چاپ شد، در اون گفته شد که جد آقای خمینی از هند، هندی، کمان که برادر ایشون هندی زاده فامیلش هست، و بعد هم در بیوگرافی رسمی آیت الله خمینی هم هست که اجداد ایشون در هنده. به خاطر اینکه گفته شد جد ایشون هندی هست، اعتراض آغاز شد. حالا چه دستانی پشت قضیه بود، چه مشکلاتی بود، چه مشکلاتی نبود، همه اینها به کنار، ولی گفته میشه این بوده. خب اجداد آقای خمینی انقلاب شد در ایران، ولی الان در حال حاضر در خود تلویزیون جمهوری اسلامی مصادره شده ایران افتخار میکنه که استخوان بندی امام زمان اسرائیلی است، به عنوان امتیاز و افتخار. اتفاقی نمیفته، اینو حتما با هم خواهیم دید. ولی قبل از اون همین ایشون صحبت دیگه ای هم دارن، اطلاعات دقیق از ملکوت اعلی، از امام زمان آخرین اطلاعات رو دارن. به بزرگ مقدسات شیعه آیا بالاتر از این میشه اعانت کرد؟ این من نمیتونم تشخیص بدم. کسانی که رگهای گردنشون برافروخته شد که اجداد آقای خمینی از هند آمدن، این اخباری که از امام زمان دارن، همراهان ایشون کی از انبیا، چه کسانی هستن چه کسانی نیستن، کجا هستن کجا نیستن، با هم میبینیم، با هم میبینیم. جناب استاد، در زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، به غیر از حضرت عیسی مسیح پیامبران دیگری هم ظهور میکنن، مثل حضرت خضر، حضرت الیاس، ادریس، اینا چه وضعیتی دارن؟ البته هم الان که نشستیم پلو هم حضرت خضر تشریف دارن. بله. یعنی ظاهرا حالا ما نمیشناسیم، چون ایشون ماموریت زیر نظر امام است انجام میدن، دائما مشغول، یعنی مامور به غیبت نیستن، نه حاضر، نمیشناسن، مثل خود امام هستن، امام هستن زندان هستن. درست. پیامبران دیگه چطور؟ بله، جناب الیاس هم تشریف دارن هستن الان، ایشون تو دریاها ماموریت انجام میدن برای امام است و حضرت خضر تو خشکی ها، و هر سال هم تو حج اونجا هست. مجتمع حضرت ادریس هم هستن یا نه؟ نه، جناب ادریس تو بهشته. بله، حضرت خضر که تشریف دارن، همه جا هستن، بقیه انبیا هم هستن، حضرت عیسی هست، بقیه هستن، از حضرت موسی به گمانم اسم نبردن، و بقیه انبیا، حالا یونس ممکنه نباشه، مشغول باشه، و بقیه اینا در اطلاعیه یا اطلاعات بعدی به ما خواهند گفت، خواهند گفت. و اما بخش دیگری از صحبت این حضرت استاد که در تلویزیون ایران هست با هم میبینیم، استخوان‌بندی امام زمان از زبان حضرت استاد.
خداوند جوری تنظیم میکرد که این چهارده معصوم ما به یه جای خاصی فقط وصل نباشن، به همه زمین. ما میبینیم که مثلا دختر یزدگرد آمده تو اسیر و چه رفته شده، خانم امام حسین امام زین العابدین آمده که خب مادر مطلبیست، خب اصلا گای قیاف و اینا که خب اگه بگو امام زین العابدین ایرانی خب مادرش بره. میبینیم امام اصل مادرش دختر روم قیس از بنی اسرائیل، چون اولادش همون صفاس، و اصلا این مادر گونه ای مثلا حتی روی بچه که امام زمانمون اثر داره که اصلا اندام امام اصل ما اسرائیلی، یعنی استخوبندی که میخوان اختصاص که اظهار قربت نکنند، بیگانگی نکنند. آقا من خودمونه الان مثلا دختر من، خب بچه ها به منم رب داره، بچه ها اینا هست دیگه. استخوانبندی امام زمان هم چه هست؟ اسرائیلی هست. اینا در تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته میشه، اتفاقی هم نمیفته. مقدسات شیعه بخش دیگه از صحبت حضرت استاد. مادر آقا مال مغرب بودند از جایی، و البته خدا میخواست اینو، یعنی به اون طرف وصلند. مادر امام هشتم مال طرف های فرانسه هم. اصلا ائمه یه جوری وصل میشن به همه جهان که اظهار بیگانگی مردم نکنن به اینا، مثلا مال خودمونه. بله، امام رضا هم از مارسی هست و مادر ایشون مارسیا و بعدش فرانسوی هستن و بقیه امام ها رو هم منتظر هستیم بیان بگن، امامان شیعه رو، که همه به هم وصل بشن، میگه همه دنیا به هم وصل بشه از این طریق. این مجموعه ایست که گوشه‌ای از اون رو من نشون دادم، گفتم مایه حسرت همه جهانیان هست. از هر طرفش که ما نگاه کنیم میبینیم یک دستاوردی داره برای مردم که نگو و نپرس. دستاوردهای عظیم که در زندگی روزانه مردم و در این 41-2 ساله جاری و ساری بوده، دیدیم دیگه. بقیه اوصاف و دستاوردهای انقلاب همه رو من به خود شما عزیزان واگذار میکنم در ایران، که بهتر از هر کس مشرف هستید.